این دوتا مثلث کوچولو میتونن تو خیلی از پروژه ها ناجی شما باشن و به شدت به شما کمک بکنن، علل خصوص اگر روی دستگاه های قدیمی تری دارید کار میکنید، روی لپتاپ دارید کار میکنید و سیستم هایی که خیلی خفن نیستن اصطلاحا. خب حالا ببینیم منظور من چی از این حرف. اینجا من دوتا تصویر رد دارم که حجمشون 4800 در 2700 و خیلی بزرگن. جدای از اینی که اندازه رزولوشنشون خیلی زیاده، اصلا اینا کودکشون هم رد کود و رد راس که پخشش خیلی سخته، نه فقط برای فانوکاتکس، برای هر چیزی. خب باید چطوری میتونیم الان به جای این که بزنیشون تو بنا فکرم راحت‌تر باشه، من الان یه پروژه درست میکنم، اینجا میگم بر اساس اولین کلیپی که اضافه کردم اینو تنظیماتش رو انجام بده، رندرش هم روی 422 LT و حالا این دوتا رو انتخاب میکنم، ای رو میزنم، میگه که میخوای اندازه پروژت 5K باشه، بله اوکیه. و خب حالا همونطور که شما اینجا میبینی این کلیپ ها اضافه شد و حالا من پلی رو زمانی که میزنم سیستم اشکش در میاد و نمیتونه راحت پخش بکنه به دلیل اینکه خب خیلی بزرگه این فایل ها. نکته شماره یک، این اندازه با تایملاین استاندارد 5K تفاوت داره. 4800 در 2700 یه خورده استاندارد متفاوتیه. پس اولین کاری که من میتونم بکنم اینه که من توی تایملاینم میام توی مادیفای یا توی ببخشید فکرم اینجا بود شرمنده پراجکت پراپرتیز، من میخوام اندازه تایملاینم رو عوض بکنم، مودیفای سیتینگ، اینجا حالا من میذارم این روی کاستوم و حالا به جای اون 5000 خورده من میذارم 4800 در 2700 که اندازه اصلی تصویرهای ما بود. همونطور که توی درس قبل دیدیم ما میتونیم رزولوشن رو از اینجا ببینیم. خب الان دیگه باید اندازه تصویرهای من دقیقا اندازه تایملاینم شده باشه. خب این مشکل حل شد، ولی اینی که خیلی کنده و اصلا نمیشه الان در واقع کار تدوین انجام داد شکی درش نیست. خب من چجوری میتونم حالا با یه دکمه این مشکل رو حل بکنم؟ شما خیلی راحت میتونید این دوتا رو انتخاب بکنید. من هر جفتش رو انتخاب میکنم، میام توی فایل و از اینجا ترانسکود میدیا. حالا اینجا از شما میپرسه که برای این تصاویر گنده و حجیم میخوای فقط ویدیوهایی درست بکنی که راحت تو این سیستم پخش بشن که create optimized medias، یا میخوای ویدیوهای سبکتر و کوچیکتر هم درست بکنی؟ این proxy media در واقع تصاویر کوچیکتر، ویدیوهای نه لزوما از نظر اندازه، از نظر کودک از اینا کوچیکتره. من create proxy media رو میزنم و اوکی میزنم و الان شما اینجا میبینید که این توی بکراند شروع میکنه برای من تبدیل کردن و از اینا الان برای من یه سری ویدیو میسازه، خودش شروع میکنه همینا رو تبدیل میکنه، همه کاراش رو انجام میده. یه مقدار ممکن طولانی باشه، من اینجا کنسل میکنم، فقط یه دونه رو انتخاب میکنم. علتش هم اینه که شما میخوام مقایسش رو هم ببینید، ترانسکودی میدیا. من این اپتیمایز رو هم برمیدارم، فقط بزنم پروکسی میدیا رو درست کن. اینجا الان میاد شروع میکنه به کانورت کردن این یه دونه و به محض اینکه این تبدیل تموم بشه شما اینجا میبینید که این آیکون کوچولو قرمز به آیکون سبز تبدیل میشه. برای این که تصویرم باز به همین شکل، شما میتونید هم از اینجا generate proxy رو بزنید، هم از اینجا transcode media رو بزنید، هر جفتش یه کار انجام میده. و من الان این تصویر ریکوردینگ رو قطع میکنم، وقتی تموم شد دوباره در خدمتتون خواهم بود. خب این تبدیلش تموم شد. الان من اگر این کلیپ رو انتخاب بکنم، شما همونطور که میبینید اینجا یه آیکون سبز جلو این proxy دیده میشه که الان اگه یکی رو انتخاب بکنم اون آیکون دیگه اینجا وجود نداره و قرمز هست همچنان. خب حالا ما میخواییم الان سیستم تدوینمون رو کاملا بر اساس فایل های پروکسی انجام بدیم. الان من اگه پلی رو بزنم
طبیعتا همچنان سیستم مشکل داره، اما با یه دکمه به راحتی میشه این مورد رو حل کرد. اونم اینه که شما تو ویو، یعنی این بالا توی پنجره ویو، پروکسی رو بزنید. به همین سادگی الان شما میتونید این کلیپ رو پلی بکنید و خیلی راحت پلی میشه، خیلی راحت میتونید تدوینتون رو انجام بدید، هیچ مشکلی نداره. و شما الان اگر هر کاری انجام بدید، هر تدوینی انجام بدید، موقع خروجی گرفتن از فایل پروکسی استفاده نمیکنه، از فایل اصلی شما استفاده میکنه. به خاطر همین کیفیت به هیچ وجه آسیب نمیبینه. فقط این یه روشی برای کمک به شما، برای اینکه روی سیستم های قدیمی تر بتونید به راحتی کار بکنید. علت اینکه شما میبینید الان اینجا اینا قرمز شدن و میزنه missing proxy اینه که این پروکسی برای این یکی فایل ها وجود نداره. اگر شما بخواید برای اونا هم درست بکنید، طبیعتاً میتونید روشون transcode media رو بزنید و create proxy، یا از اینجا همونطور که دیدید transcode media، یا از اینجا بخواید و از هر کدوم از روش هایی که بخواید میتونید استفاده بکنید. من اینجا میزنم create proxy و حالا به محض اینکه تمام بشه این دوباره قابل پخش خواهد بود. ولی من حالا دوباره برمیگرم روی optimize media، ولی شما همونطور که دیدید به همین راحتی و به همین سادگی شما میتونید فایل های رد، آلکسا، فایل های خیلی حجم بزرگ رو روی لپتاپی که مال 5 سال پیش است، لپتاپ خود من مال 5 سال پیشه، ادیت کنید، کار کنید بدون اینکه کوچکترین مشکلی داشته باشید.